و از زمان شیوع ویروس کرونا در دنیا شایعات زیادی در مورد منشأ اون شنیده شده، همونطور که در گزارش ریحانه هم پیشتر شنیدید در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران هم امروز بود، از جمله این احتمال که این ویروس در لابراتوارها به دست انسان ساخته شده باشه. نتایج یک تحقیق جدید که در مجله نیچر به چاپ رسیده اما نشون میده این ویروس محصول جهش ژنتیکی است و از خفاش‌ها با واسطه یک پستاندار دیگر به انسان منتقل شده. دکتر ایرج صبحانی استاد علوم پزشکی و زیست شناسی در پاریس که خودش نویسنده این مقاله در مجله نیچر هست با ما هستند. آقای دکتر، کمی بهمون بگید از یافته هاتون با توجه به اینکه همچنان این تئوری توطئه به هر حال هست و این شایعات هست که این ویروس محصول دست انسان هست. با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان و عرض تبریک به مناسبت عید سعید نوروز، اجازه بدید اول تصحیح بکنم. من شرکتی در تحقیق این مقاله و تهیه مقاله نداشتم، بلکه اون رو در مجله نیچر مطالعه کردم و این مقاله در همین دو سه روز اخیر منتشر شده. این حاصل کار یک اکیپ آمریکایی است. چند روز قبل یک اکیپ چینی هم مقاله‌ای در همین زمینه نشر داده و دو ماهی هستش که تمام جامعه علمی دنیا منتظر ترخیص ژنتیکی این ویروس کووید 19 است. اهمیت این دو تا تحقیقی که منتشر شده این است که ساختار زیربنایی این ویروس رو به جامعه علمی ارائه میده. اونچه که مسلم هست، همونطور که ذکر کردید، این ویروس از تبار ویروس هایی هستش که در خفاش لانه دارند. انسان در واقع ویروس های زیادی رو از خفاش پذیرفته. بسیار از این ویروس ها خوش‌شیم هستند و غیر از یک سرماخوردگی خفیف علائم دیگری رو در مریض ایجاد نمی کنند. اما این ویروس مثل دو تا ویروس دیگر، یکی ویروس سارس که در سال 2002 و یکی ویروس مرس در سال 2012 که هر دوی اونها هم در واقع عامل دو تا اپیدمی مهلک بودند، این ویروس هم در واقع مهلک هستش و آسیب آنچنانی روی ششها میذاره. تفاوتی که این ویروس با اون دو تا ویروس دیگر داره از این لحاظ مهم هست که تعداد مرگ و میر، یعنی ارقام مطلق مرگ و میر نسبت به دو ویروس قبل پایین تره، اما سرعت انتقال این ویروس نسبت به دو ویروس قبل بسیار بالاتره. اون هم به علت این هستش که این ویروس جدید در ساختار ژنی خودش که در واقع برنامه تهیه پروتئینی رو که ویروس به او احتیاج داره برای اینکه وارد سلول بشه تغییراتی رو ایجاد کرده، این است که درصد چسبندگیش نسبت به سلول‌های مخاط روده و مخاط ریوی و مخاط کلیوی بسیار بالاست. تأثیرات در واقع تنفسی مهلک میتونن باشن. از این بابته که همه رو دعوت میکنن به اینکه در خانه هاشون بمونن، چون پرش این ویروس از انسان به انسان بسیار سریعه. اونچه که مسلم هستش این که این ویروس از لحاظ ساختار ژنتیکی، یعنی ستون فقرات ژنتیکیش، بسیار نزدیک به ویروس های خوشخیم خفاشی است، اما از لحاظ موضع های استراتژیکش، یعنی چسبندگیش و ورودش در سلول های مخاط، بسیار نسبت به دو ویروس قبل دور هست. برای جامعه ژنتیک این دو داده کافی است، داله بر این که این حاصل در واقع مهندسی لابراتواری نیست و این حاصل جهشی است که از ویروس‌های خفاشی به انسان سرایت کرده. به نظر شما چه چیزی باعث شده که این شایعات جان بگیره و بهش دامن زده بشه تا جایی که مثلا می‌بینیم از زبان وزیر خارجه کشوری شنیده میشه، از زبان رهبر کشور دیگری شنیده میشه؟ چه چیزی این رو دامن میزنه؟ والا من سیاست مدار نیستم، منتها خب ناظر چه مشخصه ای در این ویروس باعث میشه که چنین
ببینید من جواب سوالتون رو خواهم داد، منتها مقدمتا میشه گفت بخش زیادی از این نوت‌ها یا تئوری‌های توته از متاسفانه نادانی و جهل میاد. سیاستمدارا حتما بیشتر از شهروندهای عادی اشراف به این میدان‌های به اصطلاح مشکل و بغرنج علمی ندارند، اما متاسفانه بعضی از شاید محققین و پزشکان هم دامن میزنند به این شایعات. میشه حد زد که فاکتور دوم دامن زدن به این شایعات ترس و نگرانی است، و فاکتور سوم ابهامی است که خودش منبعث از عدم اعتماد نسبت به منابع انتشار خبر هستش. به هر حال فرصتی لازم بود که این تحقیقات انجام بشه، این تحقیقات الان انجام شده، و اونچه که مسلم هست هر انسانی میتونه خودش تصور کنه. شما وقتی قرار بر این باشه یک ساختاری رو از قبل مهندسی بکنید، حتما با نیتی مهندسی میکنید، اون نیت حتما یک پساوندی داره. بنابراین اگر قرار بر این بود که ویروس جدیدی رو ساختمان بندی بشه که بتونه زایه ایجاد بکنه، علل اصول از ویروس هایی که بدخیم بودن باید استفاده میشد و مقداری دستکاری روی ساختار ژنی اونها میشد. این چنین نیست. علاوه بر این یک جهل دیگری که متاسفانه دامنش بسیار وسیعه، برداشت این که تمام رموز طبیعت نهفته در ژن‌ها هست. این چنین نیست. ژن‌ها فقط حاوی اطلاعات، بخشی از اطلاعاتی هستش که در واقع سلول زنده یا موجود زنده به اونها احتیاج داره. بخش مهمتری از اون اطلاعات حاصل عکس العمل و تعامل موجودات زنده با محیط زیست خودشون هستن. من به مثال در بدن انسان ما 23 هزار تا ژن بیشتر تعریف نکردیم، ژن هایی که مربوط به خود انسان میشن. نزدیک 3 میلیون ژن در بدن انسان یافت میشه. اختلاف این 23 هزار تا 3 میلیون در موجودات تکسلولی میکروبایی هستن که در بدن ما با تعامل و تعادل زیست میکنن، و این از دیرباز تا به حال این چنین بوده. بشر احتمالاً طبیعت و محیط زیست خودش رو انقدر مورد تجاوز قرار داده که به هر حال موجودات زنده دیگه با توجه به اینکه با جهش‌های متوامل و متناوب خودشون رو مجبور به تطبیق با محیط جدید هستن، به هر حال این فاجعه رو به وجود آوردن. من اگر بخوام خلاصه بکنم میتونم بگم انسان دست داشته، نقش داشته در بروز این ویروس، منتها نقشش در واقع نقش سهل‌انگاری و نقش تخریب محیط بیشتر بوده تا نقش از پیش برنامه ریزی شده یا مهندسی شده در یک لابراتوار. ممنونم از وقت شما آقای دکتر ایرج صبحانی، استاد علوم پزشکی و عزیز شناسی.